به نام خدا. سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. میخواستم همین ابتدای کار ازتون تشکر کنم بابت تماشای ویدیوی قبلیمون و اینکه ازتون میخوام همین ابتدای لطفاً کانالمون رو سابسکرایب کنید و اون دکمه زنگوله رو بزنید که هر وقت براتون ویدیو آپلود کردیم نوتیفیکیشنش براتون بیاد. و اینکه ما آیدی اینستاگرام بالا میذارم، اگر دوست داشتید فالو کنید خوشحال میشم. موضوع امروز که براتون در نظر گرفتم، اول از همه بگم که این ویدیو ممکنه چند تا پارت داشته باشه، یعنی یک پارت نیست. من قسمت اول در اصل میتونم بگم قسمت اول این ویدیو هست. میخوایم در مورد این صحبت کنیم که آقا الان توی امروز دنیای امروزی که وقتی فضای مجازی هست، موبایل هست، ما به هم دیگه پیام و مسیج میدیم، یه سری موقعیت‌ها رو میخوام بیام براتون بررسی کنم که تو این موقعیت‌ها چه پیامی باید بدید. حالا من همراه باشید، مطمئنم ویدیو خیلی بهتون کمک میکنه. شماره یک برای زمانی هست که مثلا طرف مقابل شما با دوستاش رفته بیرون، فارغ از جنسیت که حالا شما آقا هستی یا خانم، طرف مقابلت با دوستاش رفته بیرون، چند ساعتی هست ازش خبری نیست. قبلش هم بهت گفتم من دوست دارم با دوستان میرم بیرون. ببینید، پیام اشتباه اینه که وقتی چند ساعت از یک نفر خبری نیست بیایم بهش بگیم که آره نمیدونم داره بهت خوش میگذره، نمیدونم خوب داری حال میکنی، یا نمیدونم معلوم هست کجایی، نباید یه سراغی از من بگیری. ببینید، این پیام‌هایی هستش که در اصل داره نشون میده من شخصیت وابسته دارم، تو رو خود با من توجه کن، اگر بری من ناراحت میشم. یعنی یه جورایی داری احساس ناامنی از طرف خودتو به طرف مقابل بروز میدی، یعنی من به خودم اعتماد ندارم، تو چند ساعت حالا با دوستات رفتی بیرون خبری ازت نشده، من نگران شدم که نکنه بدزدنت، مثلا جنسای مخالف دیگه تو رو بدزدن، نمیدونم داری عشق و حال میکنی، منو یادت رفته. این پیامو به هیچ عنوان نباید تو این شرایط بدی. اگر هم خیلی نگران طرف مقابل شدی، مثلا حالا زنگ زدی جواب ندادی یا خواستی پیام بدی، میتونی مثلا یه پیام ساده، عزیزم من چند ساعتی ازت خبر نبود، نگرانت شدم، در همین حد حالت خوبه، کجا هستی، در این حد که احترامو بذاری و یه جورای نگرانی خودتو بروز بدی از این که ازش خبری نشده، نه اینکه نگرانی خودتو از این قضیه نشون بده که مثلا ندزدنش، وقت مثلا شیطونی نکنه. اینجوری بخوای نشون بدی در اصل شخصیت خودتو پایین میاری. این میشه موقعیت اول که مطمئنم خیلی بهتون کمک میکنه. شماره دو که میشه گفت هم توی پیام ها ممکن اتفاق بیفته، هم توی حالا تماس تلفنی. یعنی زمانی پیش میاد که مخصوصا ابتدای رابطه، موقعی که میخواید قرار بذارید، همیشه میگه که شما برید سمتش. مثلا شما دو تا محله مختلف هستین، همش قراره که شما هی برید اون محله، نم حالا حتی کافی شاپا و رستوران اون محله، همش میگه شما بیا سمت من، تو بیا این بری. ببینید، ما قرار نیست که همش با هر چیزی که طرف مقابل گفت موافقت کنیم. بحث کلکل هم نیست، بحث کلکل اصلا نیست، اما باید ببینیم آقا من دارم میام این همه، تو حاضر هستی دوبار برای من بیای، مثلا یه بار بریم سمت ما، مثلا ببینیم محل من چطوریه، نه هم چهار تا رستوران سمت منو بری. حالا اینکه اگر شما با این قضیه مشکل نداری، خب اصلا اوکی، میتونی هر دفعه دلت خواست بری، شاید اصلا برات مسئله مهمی نباشه. اما اگر واقعا احساس میکنی که داری یه جوری به اجبار هر دفعه میری اونجا، یعنی به اجبار داری هر دفعه میری محل اونی، شاید اصلا ته دلت دوست داری یک بار اون بیاد سمت تو، مثلا جایی که تو هستی باشی، میتونی اینو تو پیامت راحت بگی، بدونه که بی ادبی کنی و بی احترامی کنی. بگی عزیزم مثلا من دوست دارم این دفعه رستوران این سمتو امتحان کنم، این رستوران خوبه، من غذاشو دوست دارم، بیا این سمت با هم بریم، تو امروز بیا مثلا پیش من بریم این رستوران این غذا رو امتحان کنیم. ببین چه واکنشی نشون میده. اینجوری هم نشون میده که من برای خودم ارزش قائل هستم، قرار نیست که همیشه من موافق تو باشم هر جا تو میخوای بریم. همین که داریم این پیامو میتونی ازش بگیری که دقیقاً واکنشش چه برخوردی داره. شماره 3، من قبلا در مورد هوش هیجانی صحبت کردم، در مورد کنترل احساس صحبت کردم که یکی از تکنیک های مهم اصلا پیشرفت توی زندگیتونه، نه تنها اصلا تو رابطه عاشقانه رو کاری ندارم، تو زندگیتون اگر بتونید خیلی جاها احساس و هیجان خودتون رو کنترل کنید، مطمئنم خیلی پیشرفت میکنید. حالا توی رابطه زمانی پیش میاد که به عنوان مثال طرف مقابل برای دومین بار یا چندمین بار یه قراری رو کنسل میکنه با شما، به شما پیام میده عزیزم مثلا من مشکل برام پیش اومده، به این دلیل به آن دلیل من نمیتونم سر قرار بیام، قرار کنسل میشه. اینجا با وجود اینکه شما در اوج ناراحتی ممکنه باشی، ممکنه بهت خیلی برخورده باشه، ممکنه اصلا عصبانی هم شده باشی، میتونی با یه پیام ساده باشه عزیزم اشکالی نداره، دفعه بعدو پس خودت هماهنگ کن. اینجا چیکار کردی؟ هم نشون دادی که خیلی آدم کولی هستی، داری اوکی برخورد میکنی، همین که توپو انداختی تو زمینش،
الان دیگه اون باید زمان درست حسابی تعیین کنه که اگر تو میخوای دفعه بعدی بری سر قرار، اون باید تعیین کنه دیگه. تو نشون دادی که دیگه پس من به تو در مورد قرار صحبت نمیکنم، بگم فلان جا بریم، فلان جا بریم، فلان روز بریم، فلان ساعت بریم. وقتی که بهش میگی باشه عزیزم اوکیه، حالا پس دفعه بعد اگر خواستیم بریم خودت اوکی کن که تایمت هم اوکی باشه. اینجوری که بگی خودش مجبوره با شما تایم اوکی کنه دیگه، تو نمیتونی مثلا نگران و استرس اینو داشته باشی که خب الان بهش بگم فلان روز میاد، بگم فلان ساعت میاد. نه، اینجوری وقتی بگی خودش تایم رو اگر واقعا بخواد با شما ارتباط بهتری داشته باشه اون تایم رو تعیین میکنه و از طرفی دستت هم میاد که اصلا طرف حاضر یک بار دیگه با تو قرار بذاره یا نه. اینجوری میتونی شخصیت طرف دستت بیاد و همین که خودتو اون کلاس کاری خودتو حفظ کنی و بالا نگه داری. شماره 4، زمانی پیش میاد که آقا من اینو زیاد میبینم که مثلا طرف الان هست یا یه هفته دو هفته نیست، دوباره خبری ازش نیست، دوباره میاد پیام میده که مثلا دلم برات تنگ شد، خوبی عزیزم، نمیدونم، از این پیام هایی که مطمئنم دیگه انقدر دیدید و شنیدید که دیگه براتون عادی شده. بهترین واکنش به نظر من توی این جور پیام ها که یک نفر بعد از تایم میاد میگه دلم برات تنگ شده اینه که اگری بهش بگی لطف داری، ممنونم ازت. یعنی با این کار هم نشون دادی که از ازش ناراحتی، همین که بیش از حد ناراحتی تو نشون ندی، نه نمیاد دیگه وای من تو نبودی دیوونه شدم، دلم برات تنگ شد، چرا نبودی، تو رو خدا برگرد، نمیگی. سه، نشون دادی که دوباره اگر بخواد با تو باشه باید تلاش کنه، دوباره اگر میخواد بیاد سمت تو باید توجه تو جلب کنه، دو هفته نبوده باید یک ماه تلاش کنه تو توجه تو رو حالا جلب کنه. قرار نیست که هر وقت یک نفر رفت خواست بیاد اون لحظه که دوست داره باشه، اون لحظه که دوست نداره بره، هر وقت دلش خواست عشقش کشید برگرده. اینجوری هم کلاس کاری خودت نشون دادی، هم این که اصلا به طرف مقابل نشون دادی فکر نکن که الان تو نیستی من نگران بودم داشتم میمردم که تو نبودی، نشون دادی که نه من دارم زندگی خودم رو میکنم. وقتی اینجوری رفتار کنی، اینجوری جواب بدی، اعتماد به نفس خودت نشون دادی، بعد به طرف مقابل این حرفو زدی که اگر دوباره میخوای با من ارتباط داشته باشی باید دو برابر تلاش کنی که دوباره منو به دست بیاری. شماره 5، برای زمانی هست که کلاً طرف جواب شما رو دیر میده. ببینید برای یک رابطه ممکنه دیر جواب دادن ملاکش 5 دقیقه باشه، برای یک رابطه 5 ساعت. مثلا طرف سر کار خب مسلمه نمیتونه زود جواب بده، اما یه زمان هست مثلا طرف نه، میبینی که میدونی که موبایل دستش آنلاینه، کلاً توی یکی دوبار هم نه، میبینی عادت داره دیر جواب تو بده. یعنی مخصوصا اون اوایل که داری مثلا باش تازه قرار میذاری میبینی هی داره دیر جواب میده، مثلا انگار نه انگار که مثلا من بهش پیام دادم مثلا آنلاین سینم کرده، چرا انقدر عادت داره دیر جواب بده. و ملاک هم باز هم دارم میگم، ممکنه برای یک رابطه 5 دقیقه دیر جواب دادن خط قرمز باشه، برای یک رابطه دیگه 5 ساعت. اینو دیگه خود شما تشخیص میدی با توجه به نوع رفتاری که تا الان داشته و نوع رفتارهایی که با شما داشته در طول این مدتی که باهاش بودی. وقتی که اینجوری میبینی که کلن آدمی هست که دیر جواب میده و کلن دیر واکنش نشون میده، کلن به نظر من این رابطه را اصلا بذاری کنار، بهتره. هیچ پیامی هم دیگه لازم نیست به طرف مقابل بدی، بخوای مثلا حتی بهش بگی چرا دیر جواب منو میدی، چرا به من توجه نمیکنی، اصلا لازم نیست این حرفا رو بزنی. شما با زبان بدنت زمانی که دیگه بهش پیام ندی، زمانی که دیگه باش ارتباط نگیری، خودش میفهمه که تو الان داشته اشتباه میکرده و برای اینکه بخواد شما رو به دست بیاره باید بفهمه که اون تایمی که میخواد به شما پیام بده باید درستایی باشه. قرار نیست که هر وقت دلش خواست جواب شما رو بده، هر وقت دلش خواست پیام شما رو سین کنه و هر وقت دلش خواست به شما زنگ بزنه. شماره 6، برای زمانی هست که طرف خیلی وقت به شما درخواست بیرون رفتن نمیکنه و شما نمیدونی که دلیل این کار چیه. ببینید وقتی یک نفر بعد از مدت طولانی به شما درخواست نمیکنه، با هم شاید چت هم دارید میکنید، ولی مثلا به شما نمیگه بریم بیرون، یه قرار نمیذاره واسه بیرون، شما باید این لحظه چیکار کنی؟ یه کار خیلی مهم و حساس باید بکنی که سریعتر هم به نتیجه گیری خودت برسی، همین که طرف مقابل بفهمی که آقا چنده به خودش. شما میتونی با یک پیام ساده، این که آره کم کم داره نم قیافت یادم میره، کم کم صدات داره یادم میره، یه خنده و اینا بذاری، بعد بگی که آره من این هفته که نیستم، اما اگه هفته بعد اوکی بودی با هم یه قراری بذاریم. اینجا چیکار کردی؟ هم نشون دادی که آقا من این هفته برنامه خودمو دارم، من قرارهای خودمو دارم، تایم خودمو دارم، اما هفته بعد اگر بخوای منو ببینی باید با من یه تایمی بذاری. یعنی با زبان بی زبونی بهش نشون دادی که هم دلت براش تنگ شده، دوست داری ببینی، تکلیف رابطتو مشخص کنی، هم کلاس کاری خودتو حفظ کردی. یعنی نگفتی بیا هفته بعد با من قرار، من باهات قرار بزنم، بهش گفتی من هفته بعد تایم دارم، این هفته سلام شلوغ جایی هستم، هفته بعد اگر دوست داری همو ببینیم. اینجا دیگه واکنش طرف همه چیزو نشون میده که آیا حاضر هست برای هفته بعد برنامه بچینه، اصلا جوابش چیه، اینکه تا الان نمیدیده بهونه‌اش چیه، چه جوابی میده. اینجا به نظر من کلی جواب میتونی دریافت کنی که اصلا ارزش داره این رابطه، ارزش نداره. اصلا شاید طرف واقعا تا الان نمیگفته، شاید اونم معذب بوده، شاید از طرف شما پیامی رو دریافت نمی کرده مثلا قرار نذاشته. پس روی این نکته هم حساسیت داشته باشید و مطمئنم اگر اینو استفاده کنید بهتون خیلی کمک میکنه.
در نهایت هم عنوان نتیجه گیری این ویدیو قسمت اولش بود. من بعداً باز هم قسمت‌های بعدی رو می‌سازم که مطمئنم خیلی بهتون کمک می‌کنه. حالا اگر شما هم در مورد این ویدیو و یا کلاً مسئله‌ای هست که حالا شما هم به نظرتون یک پیامی خیلی مناسبه برای اون لحظه، برای اون موقعیت، این زیر بنویسید که هم من استفاده کنم هم بقیه، چون موقعیت خیلی زیاده. یعنی موقعیت نمی‌تونی بگی با 5 تا موقعیت بخوای همه چی رو تمام کنی. هزاران موقعیت برای هر شخص، هر رابطه متفاوته، اما می‌تونیم با تجربیاتی که از هم دیگه به دست میاریم خیلی به رابطه خودمون کمک کنیم. حالا اگر شما هم در مورد این ویدیو نظری باز دارید بنویسید که هم من استفاده کنم هم بقیه. طبق معمولم لایک کامنت یادتون نره. مواظب خودتون باشین. دوستتون دارم. خدا نگهدار.